سلام دوستان، من امروز اومدم با یه ویدیوی دیگه از کی بود. ویدیوی امروز ما درباره افشاگری جنجالی مجید حسینی از وجود مافیا در کشوره. مجید حسینی در مصاحبه‌ای که اخیراً داشت گفت کشور ما با مافیا اداره میشه. تو این مملکت زحمت نکشید. همه دکترا با رانتخاری بالا اومدن. بیرانوند رو علکی گفتن از کارگری فوتبالیست شده تا به مردم امید واهی بدن. در ادامه قسمتی از این مصاحبه رو با هم میبینیم. که اینفلوئنسر بشن، بلاگر بشن. نه بابا اینا جوانای طبقه متوسط بالای شهری ان. اصولا اون کسی که تو کردستانه اینستاگرام نداره بابا، اصلا اون اینترنت نداره، گوشی هوشمند هم نداره. پاش بریم توی کوههای مریوان ببینیم کی گوشی هوشمند داره. 11-2-0 هم نداره. چی میگی بابا؟ بعد فوق لیسانس دانشگاه کرمانشاه داره. اون بچه‌ای که فوق لیسانس کرمانشاه گرفته الان داره کولهبری میکنه توی کوههای مریوان، برای چی باید برای تو کار کنه؟ اصلا بچه باید امید داشته باشه. خرش کردی 6 سال درس خونده، فوق لیسانس گرفته از دانشگاه رازی، حالا باید بره تو کوه کولهبری کنه. سخت کوشی یعنی اینکه من به توی کارفرما بیشتر اجازه استثمار بدم، بیشتر از من کار بکشی، حقوق کمتر بدی. اصل این سخت کوشیه. لحظه ای که حق منو دادی، اون وقت اجازه داری از من سخت کوشی بخوای. شما ورودتون برای ورودتون به دانشگاه تهران روزی چند ساعت درس میخونید؟ 12 ساعت. پس سخت کوشی میکردی دکتر؟ آفرین آفرین. تو اون لحظه مافیای کنکور نبود. 12 ساعت درس میخوندم، رتبه 22 کنکور آوردم. الان 12 ساعت، همین الان با استاد دانشگاهیم 12 ساعت درس بخونم، کنکور قبول نمیشم. چی میگی؟ لحظه رقابت برنداره که امکان برنده شدن وجود داشته باشه؟ مگه الان امکان برنده شدن هست؟ طرف سه جا کار میکنه، اجاره خونهشو نمیتونه بده، چه امکان برنده شدنی داره؟ سخت کوشی چیه؟ حمالیه. اگه تو اجازه میدیدی یارو طرف برنده شه تو کنکور، من میگفتم روز 16 ساعت درس بخونم. یعنی شما میفهمید که برنده بازی کنکور، در کنکور برنده بازی دوره‌های موفقیت، همه برنده پول دارست، یا اون کسیه که پول دارست باهوش است. 86% ورودی‌های علوم پزشکی تهران دهک 10 جامعه هستن، یعنی پولدارترین قشر جامعه هستن. اینا باهوشن؟ یعنی همه باهوشا فقط همه پولدارا باهوشن؟ چه مملکتیه که کلا هر کی دهک 10 باهوشه؟ یعنی چی؟ آخه من سوالم اینه، یعنی تو بلوچستان یه بچه باهوش پیدا نمیشه قبول شه علوم پزشکی تهران؟ پرتلاشی یعنی بردگی. الان اینه، من با ارزشات مخالفم، ارزشات غلطه. The right to be lazy. من حق تنبلی دارم، من حق دارم با رفیقان بعد از ظهر برم تفریح کنم. اگه تو این اجازه رو به من نمیدی، داری منو استثمار می‌کنی. من حق دارم با فوتبال هستی، من حق دارم با تنبلی، من حق دارم با تنبلی مقابل توی سرمایه‌دار بایستم. آقای دکتر اهل فوتبال هستی؟ نه. مسی و رونالدو، یکی جنسش سخت کوشی، یکی جنسش استعداد، هر دو وصلن. چی میگی؟ آها، پس باید وقت بذاری. داره معلومه. یعنی اگر سخت کوش هم باشی، اگر استعداد هم نداشته باشی، به اون موفقیت نمیرسی. نه، چون خیلی چیزا رو داری نقض میکنی آقای دکتر. عزیز من، 43 میلیون سیاه پوست در آمریکا داریم، همشون میخوان مایکل جکسون بشن. میشن؟ دروغه. یه مایکل جکسون داریم، 43 میلیون مزقوم میزنن که روزی مایکل جکسون بشن، تلاش هم میکنن. ولی مایکل جکسون ساختن که اینا به جایی نرسن. که این همیشه باشه، بهشون میگن خاک تو سرتون، شما بی عرضه بودین مایکل جکسون نشدید. بابا مایکل جکسون حاصل پروژه های بزرگ کمپانی های موسیقی و سینمایی غربه. مثلا برابری وجود نداره برای رسیدن به مایکل جکسون. ایران هم همینه. این وسط یه آدم میذاریم، اسمشو میذاریم بیرابند، میگیم ببین این کارگر بود اومد بالا. خب عزیز من، یه موفقو نشون میدی، چند میلیون ناموفقو که رفتن تو دیوار نشون نمیدی. داستان زندگی اونا رئاله، نه بیرابند. داستان زندگی حسابی رئال نیست که، داستان میلیون ها بچه که رفتن دانشگاه آزاد و ناموفق شدن رئاله. یه موفقو میگیرید مقابل میلیون ها ناموفق، زندگی اون موفقو نشون میدی، میلیون ها ناموفقو میذاری تو حاشیه نشون نمیدی. این که کلاهبرداریه، این دروغه. اصل باختن، بیرابند برده. اصل نتونستن با فوتبالیست و بازیگر و اینفلوئنسر بشن، نتونستن. یه صدف بیوتی داریم، بقیه همه سرکارن. آخه فکر میکنن برن تو اینستاگرام عکس بذارن از خودشون با لباس و بی لباس، میشن صدف بیوتی؟ نه خیر، نمیشی.
نه صدف بیوتی میشی، نه بیرابند میشی، نه حسابی میشی، هیچ کدوم از اینا نمیشی، چون تو داستان ناموفق ها رو نشنیدی. اکثریت ناموفقن توی نظم نابرابر. من همیشه میگم من خودم با رانت اومدم بالا. اگه رانت نبود، اگه بنیاد ملی نخبگان نبود، که من استاد دانشگاه تهران نبودم، اون رانت قانونی بود. چون رانت قانونی بله دکتر قبول کنید برای همه اون رانت نبود. چرا برای من؟ من برای همین میگم رانت دیگه، برای همین میگم رانت. بس شما میفهمید اگر رانتی برای کسی نباشه اون رانت حرامه. بله همینطوره. برای منم نبود دیگه. پس آره. شما از یه رانت حرام استفاده آره. کردید. ولی شجاعت این دارم بگم. شجاعت این دارم تو لحظه‌ای که بردم بگم وای این آدمایی که نبردن هم حق منو داشتن. حداقل نشست حالا که رسیدم پشت این تریبون مالکشی نمی‌کنم. این ارزش نداره؟ بقیه که مالکشی می‌کنن میگن حقمون بود. با یه استاد دانشگاه مناظره میکردم، میگه آقا حسین شما طرفدار این هستی که من و آبدارچی یک حقوق بگیریم؟ بهش گفتم نه همچی طرفداری ندارم. من میگم اگه عدالت بود شاید تو آبدارچی میشدی اون استاد دانشگاه. رضا گلزار دیدی؟ دو ساعت توضیح میده که من خیلی آدم پرتلاشی بودم، شبا ذکر میگفتم برای همین پولدار شدم. مثلا کل این بچهای کردستان صبح تا شب دعای کمیل میخونن، چرا هیچکی پولدار نمیشه؟ تو فقط ذکر میگی پولدار میشی؟ نمیشه که. آره آخه ما ببین حداقل آقای پاکزادیان اینجا تو تهران نشستیم، تو دهک بالای جامعه هم درس خوندیم، هم تحصیل، هم درمان. حداقل اعتراف کنیم که این رانته و ما اینجا نشستیم تو یک نابرابری. حداقل اعتراف کنیم. یارو 7 سال گوش نخورده، نداره یه کوپن گوش بده. کوپنی بودن بده ها در کلیتش، ولی حالا که دارید آزادسازی میکنید حداقل یه گوش بدید اون بخوره دیگه. میدونی چی میگم؟ من امروز رفتم یه روستایی توی بلوچستان، مادر بچهش افتاده بود تو این برکه آب به دلیل نبودن آب و فوت کرد. به اون مادر که به زبان بلوچ حرف میزد گفتم که درخواستت از دولت چیه؟ گفت من فهم کردم میگه آب دیگه، چون بچهش به خاطر آب مرده بود. گفت شناسنامه. من احساس کردم که من چه آدم بی ربطی هستم. حتی نمیدونم قبل آب یک نیازهایی وجود داره که از آب مهمتره، از آب مهمتره. من اصلا نمیدونم وجود داره همچین نیازی به نام شناسنامه. خب تو این لحظه احساس کردم که من اونقدر موفقم و اینقدر این موفقیت شرم‌آگینه که هیچ حسی از یک ایرانی دیگر که اونجا نشسته و به خاطر نبود شناسنامه داره از بین میره ندارم. مجید حسینی متولد اردیبهشت سال 1358 در مشهد پژوهش کرده و فارغ التحصیل دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهرانه که حالا در قامت نویسنده و سخنران و جدیداً سیاستمدار فعالیت میکنه. خوندن رو با کتاب مدیر مدرسه شروع کرده تا اینکه دوره دبیرستان از مدرسه حکمت وارد گروه های دانش آموزی و خوندن کتاب های مؤسسه اطلاعات شد. سال 1376 وقتی 18 ساله بود با کسب رتبه 22 در کنکور سراسری به عنوان نفر اول به دانشگاه تهران رفت و بنا به گفته خودش به خاطر جوگیری مجبور شد تا دکتری پیش بره. در دوران دانشجویی راهی سفر حج شد. بعد از اون در سال 1386 وقتی 28 ساله بود کتاب کلوخ‌های بلور رو نوشت که سفرنامه 20 روزه اون از سفر به مکه و مدینه بود. بعد از مقطع فوق لیسانس تدریس رو از دانشگاه تهران با درس فرهنگ و سیاست شروع کرد که همین باعث شد چندین سفر به اروپا و ترکیه، دبی و آمریکا داشته باشه. سفر 15 روزش به آمریکا هم باعث شد کتاب سفرنامه آمریکاییش به نام هاروارد مکدونالد رو در اردیبهشت 91 به چاپ برسونه. سید مجید حسینی از زمانی دیده شد که تصمیم گرفت منتقد سرسخت مافیای کنکور شه. همین باعث شد ده‌ها سخنرانی براش ترتیب بدن. حتی فرش قرمز حضور در تلویزیون هم براش پهن کردن که البته حرفایی که میزد اصلا ربطی به حوزه تحصیلی اون نداشت. مرسی از شما کی بودی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما نظرات زیباتون رو برام کامنت کنید. مثل همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره.